بسم الله الرحمن الرحیم. بعد تعقیب درس های گذاشته، درس امروز هم از قسمت برنامه پاورپوینت آغاز میکنیم. خب روز گذاشته ما شما قسمت سلاشو را الا ستب سلاشو مورد مطالعه قرار دادیم. امروز میخوایم هایت سلاید، وظیفه هایت سلاید چیست. نخود چند سلاید درس میکنیم. Network CCNA مهم از قسمت هم سلاید را عد میکنیم. بعد از او مهم درباره سلاید بعضی از معلومات هم درج میکنیم به این شکل. خب به این شکل معلومات درج میکنیم. در سلاید سیوم مثلا هست راوتر و ای هم معلوماتش. بعض مهم دیگه قسمت مثلا هستم اکسس پوینت، ای هم معلوماتش. بعد از او از قسمت دیزاین مهم باشه به این شکل. حال میاییم قسمت سلاید چوب. اگه ما بیم در قسمت بگویم from beginning، سلاید اول، سلاید دوم، سلاید سیم، سلاید چهارم. ما میخوایم تمام سلاید ها باشه بجه سلاید سویچ. باز بالای زیم سلاید کلک میکنم میگه هایت سلاید. بعد از هایت چنال سلاید چو بگوین شما یس yes، اما سویچ نیست. راوتر، اکس پوینت و فنش. اینا را میخوایم که هم باز در سلاید چو بیه یا پس ان هایت کنین. اینا وقتی که سلاید چو بگوین این نتورک، این سویچ، این راوتر، این هم اکسس پوینت. بعد از قسمت داریم ریهرس تایمینز. فعلا من وقتی که مسئله چو میگم یعنی من اونی خودم تغییر داد، یعنی میتونم دیگه سلاید تغییر بدم. میخوایم که به اساس تایم باشه، بعد از 5 ثانیه هر سلاید تغییر کنم. فرض کنید که عکس باشه. باز این از قسمت ریهرس تایمینگ میگه می سلاید بعد از چند ثانیه تغییر کنه. ببین دیگه قسمت براتون میه ثانیش کم، یعنی ثانیش کم کلاسی میخوایم که بعد از 10 ثانیه تغییر کنه. کمی 10 شد کلیک کن. این سلاید میخوایم که بعد از 5 ثانیه تغییر کنه. گیچه کمی 5 شد کلیک کن. سلاید سیوی میخوایم که بعد از 7 ثانیه تغییر کنه. مجرد کمی 7 شد تو کلیک کن. مثلا این سلاید میخوایم که بعد از 3 ثانیه تغییر کنه. کمی 3 شد کلیک کن و بعد از اون یست. اینا رو بیا از قسمت سلاید شوی رو بگیم فرام بگنی. اینا رو وقتی تو که هیچ کارم نکنی بعد از اون رو مثلا که تو یعنی صد کلی بعد از اون ثانیه هیچی میشه ای خودش به شکل اتوماتیک تغییر میکنه. ببینید به این شکل این سلاید افسن است که بده بعد از افسن سلاید تغییر میکنه به این شکل. این سلاید بعد از 5 ثانیه به این شکل و سلاید اکس پوینت هم بعد از 3 ثانیه به این شکل چی میشه ختم میشه. و بعد از این در این قسمت داریم ریکارد سلاید شو. میخوایم یعنی در تدریس هستم میخوایم که اینو با شاگرد یعنی تدریس میکنم میخوایم که مثلا با فعالیت های که من اینجا انجام میدم ریکارد شه. باز اگر به این شکل میخوایم این در قسمت ریکارد استارت ریکاردینگ فرام چک میکنیم. در این قسمت دو آپشن داریم یک سلاید اند انیمیشن تایمینگز. اگر من ایران چک کنم فقط صدا یعنی ثبت میشه اما سلاید و انیمیشن ها نمیشه. باز اگر من ایران چک کنم باز این شکل فقط نریشن و لیزر پوینتر در ریکارد نمیاد. لیزر پوینتر در کجاست؟ زمان که شما سلاید شو کنید یک قسمت بیاین اینجا لیزر پوینت اینمی لیزر پوینت باز ریکارد نمیاد. باز اگر میخواین کردی از ریکارد بیاین بیاین یک قسمت بالا چک کنید و بعد از این استارت ریکارد اینا رو فعلا اگر من از لیزر هم استفاده کنم بازی هم در ریکارد میاد میاد در صفحه دیگه تمام از ریکارد نمیاد. خوب متوجه باشین هر صحبت که من میکنم در ریکارد است. اینا رو گایم اسکیپ کنم. اسکیپ اینا رو دیگه چی اومد؟ اونو ما واسه ما اومد. اینا رو گایم از سلاید شو بویم. اینا رو فعلا اگه من از لیزر هم استفاده کنم بازی هم در ریکارد میاد از صفحه دیگه تمام از ریکارد هست قبل ریکارد شده. متوجه باشین هر صحبت که من میکنم در ریکارد است. اینا رو گایم اسکیپ کنم.
دیدین تمام چی ریکارد شد. باز اگر میخواین که از بین بره دستلای دوم بیاین بازم ریکارد شده، دستلای دوم ریکارد است. اگر میخواین که ریکارد از بین بره باید بیاین از قسم دیره دلیت بره، از کیبورد دلیت افشار بده. و ریکارد سلاید چیم بعض ریکارد سلاید فرام کنن وظیفه از یه این وظیفه داره. فقط اگر من اینه میگیرم تمامی سلاید رو با من یعنی در هر سلاید که من باشم ریکارد نکنم، باز اگر من بالای زی کلک کنم یعنی فقط در زنوم سلاید یعنی ریکارد نکنم که من در سلاید قرار دارم. کلیر میخوایم که پاک کنم چی را کلیر تایمین آن کرنت سلاید یعنی اونمون چیز را که در سلاید قبلی تو یعنی در نیمی سلاید چیز را که ساد کردی میخوایی که پاک شوا. اگر میخوایی که چیز را که در نیمی سلاید ریکارد کردی پاک شوا باید از این آپشن استفاده کنم. اگر میخوایی که تمامی تایمین ها یعنی کلیر شوا باید از کلیر تایمین آن آل سلاید. اگر میخوای نریشن از فقط از نیمی سلاید پاک شوا باید کلیر نریشن میگی، و اگر از تمامیش میخوایی فقط کلیر نریشن از آن آل سلاید میگی. ما میخوایم که از تمامیش چی شوا پاک شد بشک. اینا رو وقتی که پریویو کنی نکلم ساوند سو نام دب کنم کلپ. بعد از او پلی نریشنز میخواییم که نریشن ها باشن، باز اگر میخواییم که باشن چه کنیم، اگر نمیخواییم اند چه کنیم. اگر میخواییم که تایمینگ از این قسمت تایمینگ اصد نکنیم، باز اگر اینی آپشن اند چک باشه دیگه باز تایمینگ شما اگر ست هم کده باشه بازم کار نمیده. میخواییم یعنی کنترول میدیا باشه نباشه، اگر میخواییم که باشه چک اگر نمیخواییم نباشه اند چک. و مانیتور گفتیم مربوط به پروژکتور میشه که قبلا هم در قسمت ستاپ سلایدشن اینجا مورد مطالعه قرار دادیم، و ریز پرنس ریویو هم مربوط به پروژکتور است. و این بود ختم مینوی سلایدشو و بعد از ریویو و مینوی ویر ما قبلا در برنامه ورد مورد مطالعه قرار دادیم که ضرور به تکرار نیسته. و همچنان این بود درس ما مربوط به پروگرام پاورپوینت 2013. تمام اینوهایی را که ما مربوط ترانزیشن، انیمیشن، دیزاین و خانم اینال میشه که شما تمام از در یک سلاید جور که این وقت عملی تمام از اینوها کار کنید که تا یک سلاید بسیار مقبول برتان در حریجی کنید و با پریزنتیشن هنی آماده باشن. و درس ما از پروگرام پاورپوینت در اینجا پایان میرسه که مطابقیش که مربوط پروگرام اکسس میشه روز بعد مورد مطالعه قرار میدیم.